الله لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله الله الله، الله حمد لله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و مهین تلعلع نور خدایی حسن جمال ذات کبریایی حسن خدا 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 حسن ذکر شریف تو چه ها می کند. حسن حسن شور به پا می کند ای گل خوشبوی علی و نقی میوه مینوی علی و نقی آینه ی روی علی و نقی مدینه شد مدینه دیگری به یمن میلاد تو ای اسکری قبله حسن مسجد و منبر حسن کعبه حسن منا و مشعر حسن حج قبول هی داور حسن کعبه به توف حرمت مشتری است حج حقیقی حسن الاسکری است السلام علیک یا حسن الاسکری سلام الله علیک سلام از میکنم خدمت یک و یک شما بینندگان و سروران گرامی همراهان خوب و نازنین شبکه هادی تیوی با برنامه به وقت بیداری مهمان لحظات شما خوبان هستیم زمینه که تبریک میگم به شما عزیزان میلاد با سعادت امام حسن نسکری علیه السلام و سلام را و امید دارم که خداوند متعال نام ما و شما را در زمره پیروان واقعی حضرتش انشالله صد و زب بگرداند و الحمدلله که باز هم با رسم و رسم ها توفیق خاصه شد تا در خدمت سرور محزن باشیم و الله الاسلام و المسلمین حاجه رسولی از طرف خودم و و نیابت از شما خوبان سلام از میکنم خدمت استاد سلام علیکم استاد بسیار خوش آمدید علیکم السلام و رحمت الله موفق باشید شورا بنده بندمی ایام به شما هم تبریک و تهنیت و شاد باش عرض میکنم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم بینندگان عزیز و دنبال کنندگان گرامی سلام علیکم موفق و پیروز و جور سعتمند باشین ایام بکامتان با ما را از دای خیر انشاءالله فراموش نکنین ولادت با سعادت امام حسن اسکری علیه سلات و سلام را تک تک خدمت تک تک شما تبریک و تهنیت و شاد باش عرض می کنم امیدوار هستم که خدای تبارک و تعالی در قیامت در شفاعت ایمه معصومین خصوصا آقای امام اسکری علیه سلام همه من و شما علمند و برخوردار داشته باشد در خدمت شما هستیم آمین. خیلی خوش آمدین استاد ما تبریک تشکر هستیم. و بسیار خوشحال هستیم که در خدمت شما عزیز هستیم خواهش میکنم و بزرگوارانی که سوالشون را رایی کردن در خدمت شما هستیم ما وقت زیاد نمیگیریم و میریم سراغ سراغ بینندگان عزیزمان که مهربانی کردند و و تماس شدن و پیام رایی کردن سوالات شدن اولین سوال بیننده محترمان به نمبر مثبت 93 74, 76 4 نمبر آخر 77 35 سوال کردن که سلام احترام رایی کردن و اسم شما بزرگوارم بردن ظاهرا از بیننده های اسپیشل شما هست نمیه سوال کردن که اگر خانم ها قبل از مرد استاده شدن به نماز یعنی اول خانم استاده شد و بعد پشتش آقا استاده شد. آیا این نماز سیست سی یا نه؟ بسیار عالی جناب حسینی بزرگوار و ای بیننده عزیز که ممکنه ما را ببینه و صدای ما را بشنوه در که مرد و زن نه... کنار همدیگر دیگر نمیتونن استاد شوند در هنگام نماز خواندن حتما خانم باید یک مقداری و پستر استاد شوند به گونه ای که جای سجده خانم در قسمت پایی که مرد استاد میشه قرار بگیره و این فرقی نمیکنه که محرم باشه یا نامحرم باشه زن مم. شوهر باشه مادر و پسر باشه هیچ فرقی نمیکنه بنابراین در این فرض سوال اگر که فرض‌های مختلفی سه فرض تقریبا میشه ای، ما فرض کنیم فرض اول فرضیه که خواهر ما پرسیده ای که مثلا خانم استاد شده مشغول خواندن نماز است آقا چی شوهرش چی بچه‌ش است چی پدرش است هر کسی دیگه است میای پشت سر خانم استاد میشه الله اکبر مشغول خواندن یا مساوی استاد میشه و نماز خودش شروع میکنه در فرض میفرماید که نمازی آ باطل است چون اول خانم استاد شده و این پشت سر خانم یا موازی با خانم استاد شده و نماز میخونه پس نمازش میشه چی باطل این فرق نمیکنه استاد که در منزل باشه جز محارمش باشه یا در فضای عمومی باشه نه خدمت تان کنم که گفتیم محارم و غیر محارم فرق نمیکنه اما در فضاهای عمومی حالا میگیم که خزیش ام. فضای عمومی چه رقم است فرض دوم است که هر دو با هم الله اکبر عروس داماد مثلا رفته تازه حرم عقد کردن بعد میگن یک دو که نماز اینجا بخونیم هر کنار هم دیگه استاد نشون میگن الله اکبر نماز هر دو بزرگوار چیه باطل است البته اینا که ما میگیم طبق نظر حضرت آیت الله العظما سیستانی برخی از فقها عقب و ایستادن زن را واجب نمیدانن میگن مکروه این نماز از نظر دیدگاه اونها باطل نیست فرض دیگه هم است که مرد در یک جای مشغول خواندن نماز است مثلا در خانه است یا حرم است یا در مسجد یک جای دیگه است مشغول خواندن نماز خانم میره کنارش استاد میشه دوش به دوش در یک خط استاد میشه یا جلوتر از این استاد میشه میگه الله اکبر نماز از این خانم چی میشه باطل میشه ولی اگر فاصله بیش از پنج متر باشه یا پنج متر باشه این دیگه نماز باطل نمیکنه، نم. چه خانه باشه چی در حرم باشه در حسینیه باشه هر جای دیگه دیدین در صحنه ها مشغول خواندن نماز اگر فاصله واقعا فاصله پنج متری باشه هیچ مشکل نیست یا اگر کدام حائلی باشه یا کدام پرده ای باشه که زن و مرد هم دیگه نبینند، نبینن ولو فاصله کمتر از پنج متر باشه بازم مشکلی نداره خلاص دیگه نماز نماز واجب و نماز مستحب بشه فرق هیچ فرق نمیکنه وقتی که نماز باطل باشه نماز واجب بشه باطل است نماز مستحب بشه از باطل است چرا چون حضرت آیت الله العظما سیستانی شرط میدانه که زن باید عقب از مرد چی شوه استاد شود بله حالا عزیزان بیننده ما قطعا بسیارشان توفیق زیارت عتبات داشتن بله و یک شرط خود بسیار خاص است اش دیگه که دیگه 5 متر که ما بس از یک متر شاید مورد نظر باشه و نمازم شاید وقتش نباشه تا تر میشه یا دیگه موقعیت از دست میره ده همش شرایط هم بازم باید شرایط لحاظ شود اگر شرایط خیلی استراری باشه که گپی دیگه است ولی شرایط خیلی استراری نباشه بله باید لحاظ شود یعنی فتوای حضرت آقا همیش باید طبق عمل شود بسیار سوال دوم از همین بیننده محترم ما نیست که اگر انسان اشتباهاً و ناخواسته قرآن کریم از دستش بیفته آیا گناه کرده یا یعنی؟ نه ای که میگه اشتباهان خو قطعا وقتی امر اشتباه باشه و باشه مثلا کسی متوجه نباشه یک دفعه مثلا پایش یک چیز گیر کرد خودش با قرآن با هم خورد زمین هیچ مشکلی نداره در زمینه ولی خدا خدای خواسته از اون روزی که انسان بخواد جسارت کنه با قرآن قطعا گناه داره و عذاب الهی شامل حالش میشه این که این سوال کردم احتمال میدم که پیش زمینه داره پیش زمینه داره آه. پیش زمینهش زمینش است که مثلا دوتن و سابقه پیرمردا یا پیرزنا یا کسایی که دیگه ما سینما میکشه اینا یک وقت اگر قرآن از میافتاد به اندازه قرآن طول میکردن پیمانه میکردن گندم یا آرد صدقه, صدقه میدادن به قرآن و چی کار بسیار زیبایی یعنی کار صحبی انجام شده مم. اما قرآن قدر برش اهمیت داره که قرآن در یک طرف ترازو و همون اندازه صدقه میده بسیار عالی مثبت 93 چهار نمبر آخر افتاد چهار سیزده بیننده عزیز ما سوال کردن نمازگذار در رکت اول اشتباها تشهد میخونه ولی فورا متوجه میشه یا که در رکت دوم سلام هم میته نماز حالا سه رکتی یا چهار رکتی است صحبا سلام میته آیا وقتی بعد از مثلا یک سلام گفت می میته از سه سلام بعد متوجه میشه آیا سجده برای شخص واجب میشه یعنی سوال بسیار خوب است و در این روزا با توجه به حواس که ممکنه برای ماها عارض شده باشه و برای بینندگان ما هم که قطعاً این قضیه هست در اینجا بحث سجده و پیش می آید در پنج مورد ما سجده سهو واجب میشه پنج مورد م. از این پنج مورد دو موردش فتوای یعنی فتوای حضرت آیت الله العظمه سیستانی که سجده سهو باید چی شود انجام شود اما سه مورد دیگهش بنا احتیاط واجب است بزرد. و در چندین مورد دیگه هم سهو مستحب که انسان سجده سهو انجام بده حالا ما این پنج مورد میگیم این سوال از این بیننده ما داخل یک از این پنج مورد اول او جایی که انسان سجده سهو برای انسان واجب میشه یکی که تشهد فراموش کنه انسان در مثلا در رکعت دوم که باید تشهد بخونه بالا میشه یادش نمیایه بر رکوع که رفته یادش میایه که تشهد رکعت دوم چی کرده مم. نخونده خو رای برای برگشت نیست دیگه این نم. باید نماز میره کمی چی بده ادامه بده برد. بعد از نماز باید تشا... سجده سهو به جا بیاره ولی اگر این نفر خست استاد شد مم. و مشغول خواندن رکعت سوم شد تسبیحات اربع است دیگه مم. یادش اومد که ما تشهود رکعت دوم نخوندم باید بشینه. هست بشینه تشهود رکعت دوم بخونه بالاش رکعت سهو بخونه و نماز خودش چی بده ادامه بده این یک مورد مورد دوم شک بین دو و چهار و همین رقم داستانی که بین چهار و شش نه دو چهار بین چهار و شش چهار و پنج همین رقم شک کنه که زمانی که وارد سجده دوم میشه وارد سجده دوم میشه شک میکنه که بینی رکت چهارم است یا رکت پنجم یا رکت ششم و همین رقم ادامه دار است میفرمونی باید بنا را بگذاره که چند رکعت نماز خوانده چهار رکعت. یعنی نیمی نما رک... به دوم چهار است و سلام نماز و بعد از اون دو تا سجده سهو چی انجام بدن این دو مورد وقت داریم بله بله با اما سه مورد دیگه بنا بر احتیاط واجب است یکیش ایه که میگه کلام بیجا انسان در وقت نماز سهوان دیگه سهوان است از روی سهو یک کلام از دهانش چی شد خارج شد یک آخی گفت یک اوخی گفت یک م. بشینی گفت باشوی گفت یا مثلا هنوز سلام نماز نداده یک دفعه گپ زد میگه سلام بیجا در سلام بیجا در کلام بیجا در, کلام بیجا انسان باید سجده سهو انجام بده مورد دوم در سلام بیجاه که مورد سوال البته هم که میگیم سلام بیجا السلام علیکم ایها نبی و رحمت الله و برکاته نه سلام دوم و سلام سوم اگر کسی سهوان سلام دوم و سلام سوم گفت بازم بنا بر احتیاط واجب باید سجده سهو سجد سحو انجام بده و مورد سوم که از اون طرف میشه مورد چندم پنجم در کل میشه مورد, مورد, مورد پنجم اما از که باب احتیاط واجب است میشه مورد سوم ای که انسان یقین داشته باشه ای علم اجمالی داشته باشه یعنی من اجمالا میدانم که یک چیزی در نمازم کم شده م. یک چیزی در نماز چی شده اضافه شده من تا او کمی و اضافی توریه که باعث ای که نماز باطل میشه نشده, نشده. مثلا تشهد اضافه خواندم مثلا یک سجده از پیشم اضافه م. شده یک سجده از پیشم چی شده کم شده که اگر دو تا سجده باز کم و زیاد شده کلا رکن است و باعث باطل شدن نماز شده. بشه پس بنابراین جواب سوال از این بیننده عزیز است که بله سجده سهو واجب میشه بنابر احتیاط از واجب از و رقم میشه میگه که این نیت نداره که دست خود به خوش بگیره بگه که سجده سهو میکنم ام. قربت الله نه در دل, دل خود میگذاره نه که سجده سهو انجام میتون سر خودش میگذاره در مور هیچ ذکری واجب نیست ولی مستحب بگه که بسم الله و بالله السلام علیک ایها النبی و رحمت, رحمت الله و برکاته بله بخزه, بخزه سجده دوم انجام بده تشهد و سلام نماز التماس دعا تشکر میکنم استاد محترم به اتفاق شما بینندگان عزیز سر میزنیم به اتاق فرمان و بعد از زن میام برنامه در خدمت شما خوبان خواهیم بود همراه ما باشید ای بحق حق مقتدا ای به مقتدا ای ای مقتدا ای ای ولی خدا ای هل جمع شمع جمع, جمع همه یوسف فاطمة. فاطمه زاده مرتزا, مرتزا. ایوه الاسکر زاده مرتزا ایوه الاسکر <متحد> روز میلاد تو پرزند یاد تو روز میلاد تو پرزند یاد تو. 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 تو دل سوی سامرا ایوه اسکری در بین خانواده زهرای مرزیه باید شوند تمام علی زاده ها هستند زنجیره محبت زهراست دین من با یک حسین و چار علی و دوتا حسن سلام مجدد از میکنم خدمت شما خوبان با برنامه به وقت بیداری به صورت پخش زنده مهمان لحظات شما خوبان هستیم با در محضر کاشناس عزیزمان هستیم مجدد الاسلام و جای رسولی استاد مصبت 93 افساد افساد سوال کردم که شرکت های مخابراتی در افغانستان وقتی شخصی کردیت نداشته باشه و اقدام به قرض کنه میتونه تماس بگیره شرکت به او قرضه میته کردیت و ولی از پیسه که بعدا چارج میکنه زیادتر کسر میشه از او کردیتی که به ای داده آیا این کار برای ما جایز است که از یک کردیت قرضی استفاده کنیم؟ خب خدمت از این بیننده عزیز و دیگه بینندگان عزیز باید ارز کنیم که خب ولی متاسفانه در افغانستان این مرسومه و این نیست مگر اون سیستمی که در غرب جاهای دیگه مم. هست که این کارا را انجام میدن این ربا هست چرا حسین بزرگوار یعنی هیچ فرقی کنه به شما قرض میده و نامش هم اتفاقا قرضه است دمو مسکالا و اس ام اس ها و پیامکایم که میایه ما دیدیم تجربه کردیم میگه که یعنی قدر قرضه به شما تعلق گرفت بعدا که شما کردیت انداختین و تعبیری که شارژ کردین مم. امو اندازش هم گرفته میشه و یک مقدار پول دیگه هم اضافه از انسان کسر میشه این مستاق بارز سود دادن نزول دادن ربا دادن و حرام است مگر در شرایط بسیار استرالی که انسان در اون شرایط گیر کرده باشه و راهی چاره جز از نداشته باشه کو میشه عقل میته و خوردن نجاست و چیزهای دیگه حالا آره ان که عزیزان ما کریدیتور چک کنن که ده کردیت بله. قرصی برابر نشن مصبت 93 افصال 65 10 36 سوال کردن که آیا در بهشت ترقی و تنزل هم وجود داره؟ خدمت شما ارز کنم خدا انشاءالله توفیق بده به این بیننده عزیز و همه کسانی که این آرزو رو دارن که در اونجا قرار بگیرن بله، البته هم بره کلمات ترقی بله. و تنزل ترقی یعنی همی که شما چون ترقی و تنزل از اینجا صورت میگیره یعنی شما وقتی انسان کار نیک انجام بده قرب و درجه انسان میره بالاتر و وقتی بالاتر. که انسان گناه انجام بده در اثر گناه انسان سقوط میکنه تنزل میکنه و پایین میایه. این که ما میگیم پایین اشاره میکنیم این رقم نیست یعنی نسبت به خدای تبارک و تعالی یعنی درجهش نسبت به خدای تبارک و تعالی قرب الهی پایین تر میاد اما تنزل و ترقی به این معنا که ما در دنیا انجام میتیم خب دنیا انسان وقتی که کار خیر بکنه خب باعث ترقیش هست و گناه اگر بکنه باعث نزولش هست اما چون در بهشت سرای تکلیف نیست امه. سرای درو کدنه سرای جمع کردنه و سرای استفاده بردن از آنچه که در دنیا کاشته امه. اونجا چی میکنه درو میکنه میگه دنیا مزرعه آخره بنابراین ای رقم تنزل و ترقی اونجا وجود نداره امه. چون عملی نیست امه. که در گناهش... بله عملی نیست یعنی این نیست که ما عمل کنم و در اثر عمل ترقی کنم یا گناهی انجام بده و تنزل کنم اما همون رقم که در دنیا این کارش باعث شده که ایره به بهشت ببره اینمی کار دنیایش دمو بهشتم ایره به طرف عالم بالا چی میده؟ سوق میده دقیقا مثل یک کسی که یک درخت خرمای را کاشته خواهی درخت خورما می رقم دیگه سمر میده و سمر میده و سمر میده یا کدام زراعت را کاشته یا کدام کار خیر را انجام داده یا کدام معسیسه را تحسیس کرده خب تا زمانی که معسیسه موجوده همه رقم خیرش به این میرسه پس ترقی هست در اونجا اما ترقی نه خاطر کاری که در بهشت انجام بیده چون در بهشت نه گناه هست و نه معصیت و نه کارای تکلیف نیست تکلیف نیست. بنابراین ترقی هست من تو او کاری که ما در دنیا کردیم یعنی موتور روشن کردیم دیگه موتور که میره قمر روشن شده دیگه همین رو میره به تعبیر امروز یک مثال هم میزنن میگن که دریک که به اصطلاح ماهواره بتونه خودش از جو زمین خارج کنه و از این نیروی جاذبه خارج کنه خب قوت بسیار زیادی لازمه ام. ولی وقتی زمانی که از جو زمین خارج شد دیگه هیچ چیزی لازم نداره یعنی رقم پیش خودش چیه را میره بنابراین دنیای ما این میره است در دنیا ما زحمت کشیدیم موتور محرکه روشن شده و ما را از جو خارج ساخته نعم. دیگه میری و خدای تبارک و تعالی مقام قربش انتهایی نداره هر کس هر چی پیشرفت کنه هر چی نزدیک شوه حتی ائمه و پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه مجه هر کسی باشه هر چی ترقی و پیشرفت کنه بازم هنوز جایی داره نه. پس ترقی هست همچنانی که در جهنم تنزلم هست منت تنزل در خود جهنم تنزل چون در جهنم که عملی انجام نمیشه اونمو کار زشتی که انجام داده اونم کار زشت موتورش روشن کرده اینا میتونه میبره دیگه بله بل. بسیار ان شاء که موتور در سمت خوبی و در سمت بله روشن بشه بله مثبت 93 779 77, 74 13 بیننده محترم ما که سوال کردن حاکم شهر چی کسی است و با چه شرایطی شناخته میشه آیا مراجع فعلی مثل آیت الله سیستانی حفظه الله حاکم شهر گفته میشن یعنی؟ حاکم شهر تعریفش است که مشتهد جامع شرایط یعنی یک مشتهدی که تمام شرایطی را که لازم است برای یک مرجع شدن او دارا هست نه هفتش ده تا شرط داره اعلم باشه مرد باشه نمیفهم حلال زاده باشه و ایلا ماشاءالله که در اول رساله مم. عملیه هست از همه از اونا که بگذاریم فعلا مرجع تقلیدی که جامع شرایط هم هست و از همه اعلم از همه داناتر در فهم قرآن و در فهم روایات و استنباط احکام از اینا از همه چیه داناتر و چالاکتر به تعبیر ما این میشه مرجع تقلید و مشتهد جامع شرایط که بعدش هم میشه حاکم, حاکم شعر حاکم شعر یعنی چی؟ یعنی طبق دستورات شعر حکم میده حکم. مثلا میگه اول ما هست جنگ کنین صلح کنین و الا ماشاءالله کسایی رو که خراب خرابکاری میکنه مثلا اگر که زندان باشه بگه زندان کنین اگر که تازیانه زدنی باشه تازیانه حکم میکنه و یکی از شرایط حاکم شرعیه که مبسوطلیت باشه یعنی چی یعنی حرفش خریدار داشته باشه یعنی نفوذ و اثر داشته باشه اگر کسی به درجه علا رسیده باشه ولی قدرت و نفوذی نداشته باشه بسی حاکم شهر گفته حاکم شهر گفته نمیشه و حضرت آیت الله العظمى سیستانی حفظه الله تعالی الحمدلله و المنه فعلا مبسوط بیت هستند که خب میدانیم که یک فتوای معظم الله چه کارهایی که در جهان بلید. اسلام نمیکنه و معادلات را کاملا به نفع جهان تشیع و به نفع مظلومین در حال تغییر دادن بله اگر قرار باشه که کسی حاکم شعر باشه چه کسی سزاوارتر به این مقام از حضرت آیت الله لزما سیستانی حفظ الله تعالی خداوند حفظشان کنه بزرگوارانه مثبت 93 700 4 نمبر آخر 0 7 بیننده محترم ما مهربانی کردن سوال کردن که آیا اینکه برادران اهل سنت دستبسته نماز میخوانند آیا همی بس دستبسته بودن برای ایشان واجب است یعنی؟ بسیار سوال خوبی است ممکن خود اهل سنت هم پای گیرنده باشه و این سوال ما برش خب جالب باشه و کسایی هم که از اهل تشریع اصحاب اونا هم که واقعا چون بعضی وقتا دیده هم شده که در برخی از جاها در برخی از مناطق که ادعای مثلا برادران اهل سنتی که تسامح و تساهل اسلامی و شرعی نداره برخی از کسای دیگر مجبور کردن که در هنگام خواندن نماز دستای خودشان چکار کنن؟ ببندن من همینجه خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز ارز کنم که نه دست بستن در مذهب اهل سنت واجب نیست یعنی خود زنم قائل بری نیست که دست بستن چیه واجبه بلکه میگه دست بستن سنته سنتی که سنت پیامبر خب البته از نظر ما یعنی فقه شیعه سنت بودن از ثابت نشده اگر که سنت بودن از ثابت میشد قطعا ما هم دست خود چی میکردیم بسته میکردیم و در بین فعلا چهار مذهب اهل سنت که هست اتفاقا مالکی ها هم دست خودشان چیه نمیبندن. یعنی در نماز استاد میشن دست نماز, نماز میخوانن پس بنابراین از چهار مذهب اهل سنت و جماعت در سه تای از اونا این به عنوان سنت و روش پیغمبر نواجب بله نواجب پس بنابراین خاطرشان جمع باشه که واجب نیست اگر مم. کسی را انجام نداد اینطور نیست که نماز از چی باشه باطل باشه. باشه ولی فعلا این روش شده برای برادر اهل سنت یعنی اصلا برادران اهل سنتی که مثل که شافعی هستن حنبلی هستن و حنفی هستن این دیگه اصلا تصور نداره که بدون دست بسته چی بخونه نماز بخونه و اونم که سنت است و اگر کسی در شرایط باشه استاد که پس خم باشه مثلا شیعه هست در مسجدی رفته که خب اهل سنت هستن اگر این دست بسته نماز بخونه خاطر که حالا شرایط خودش تقیه میکنه یا سلام میبینه یا به نماز. اگر تقیه به حالتی است که جا خطر است آبرویش خطر است مالش خطر است خدمت شما اشکال نداره یعنی میتونه دست بسته نماز بخونه ولی به صرف ای که مثلا ما میریم در مسجد برادران اهل سنت جماعت دست بسته نماز بخونیم نه این چیز تجویزی نداره نشان. فقط در شرایط حادی که خدمت شما عرض کردیم بسیار عالی خب باز هم رسیدم مصاب به زمان میان برنامه و به اتفاق شما بینندگان عزیز میریم و میان برنامه ای را داشته باشیم و انشالله در قسمت انتهایی از مطالب استاد محترم ظهرمن خواهیم شد همراه ما باشید سامرایی می شوم وقتی هوایی می شوم از زمین پر میکشم، غرق رهایی می شوم مطمئن هستم که تأثیر روایات شماست اربعین هر سال اگر کرب و بلایی می شوم صلی الله علیک یا حسن بن علی ایها الاسکری سلام مجدد از میکنم خدمت شما خوبان با برنامه به وقت بیداری خدمت انتهایی برنامه امشب بخش احکام در خدمت شما عزیزان هستیم زمینه ای که اعلام میکنیم نمبر عزیز ما نه مثبت 93 78 4 نمبر آخر 95 61 سوال کردن یا عکس هایی که استاد در بازار دیده میشه از امامان و امامزادگان چاپ میشه خب میشه اینا را آدم در خانه ببره آوازان کنه و آیا کدام وقتی در نماز اگه برابرش رو بروی باشه در نماز مشکل ساز است یا خدمت شما و این بیننده عزیز باید ارز کنیم که اول که یک عکس امام نیست چرا چون کسی امام را ندیده و او زمانم که میدیده امام دیستگاهی نبوده که از امام علیه صلات و تصویره. سلام کنه تصویر ضبط کنه برخی از یکسا هم که کشیده شده طبق برخی از گزارش های تاریخی که مثلا دماغ امام مثلا این رقم است چشمای امام این امام ای رقم است ای موجش این ای رقم است اینا ترسیم شده است و هر چی که باشه تمام از اینا ای خیالاتیه که نقاش خیال کرده و تصور کرده و اینا رو چیه کشیده پس ما هیچ کدوم از اینا نمیتونیم منسوب کنیم که اینی مثلا نقاشی حضرت عباس علیه السلام یا نقاشی کدام امام یا کدام پیغمبر یا پیغمبر زاده یا امام زاده بنابراین باید توجه داشته باشیم حالا ما حضرت عباس رو دوست داریم یک چیزی دیگر است ما حضرت امام علی علیه السلام دوست داریم یک چیزی دیگر است ما پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو دوست داریم چیزی دیگر است اما یکی نقاشی ها این تفکر و خیالات بیش نیست که قلم به دست گرفته و نقاش اینا را کشیده پس ما نمیتونیم اینا من رو منتسب کنیم و من متاسفانه خیلی هم هست مثلا در کشور عراق که شما دیدیم دیگه بسیار بل بل. کلان کلان شما از چپ و راست اینا را میچرخانن و میخرن و به هر حال ولی فرمودن که آیا در نماز کدام مشکلی داره یا نداره این رو باید عرض کنیم که صرف خود عکس و نقاشی که از زیروح باشه یعنی دارای روح باشه کمی که همین امام, امام باشه و از پدر ما باشه اگر کس هر کسی دیگر باشه اگر در خانه باشه باعث میشه که نماز ما کراحت پیدا کنه کراهت به این معنا که ثواب نماز کم میشه. میشه و اگر در مقابل صورت انسان باشه روی قبله باشه کراحتش چی میشه شدیدتر میشه و ثواب نماز ما را بیشتر کمتر میکنه بنابراین چی لزومیست؟ چی چه است عکس هایی که نه ریشه دارن اساس داره و باعث از میشه حتی که نماز ما ثوابش کم شود در خانه خود ما اینا رو چی کنیم نگهداری کنیم بس. بسیار عالی <تصفح> <تصفح> مثبت 93 705 4 نمبر آخر ابدا 46 سوال کردن که زن قصد دارد که از شوهرش طلاق بگیره زیرا شوهرش خرچی نمیده برش در این صورت آیا مستحق مهریه خودش می باشه یا نه در که خانم میخواد طلاق بگیره خب ما متاسف هستیم شما متاسف هستید بله. خب طلاق نباید گرفته شود درست است که طلاق حلال خب روایت هم داریم که تنها حلال است که عرش حضرت حق بل ارزه در میرا. البته حضرت عرش به معنا نداره تمام اینا کنایه یعنی تعبیرات کنایه یعنی موجب خشم و غضب حضرت حق میشه بنابراین ولی که خرجی نمیده با واسه خرجی ندادن دست به طلاق زدن هم کار خوبی نیست میتونه خرجی خودش از طریق ما یک سوال داشتیم دیگه حاکم شهر و رجوع به محاکم و دادگاه ها و جاهای دیگه میتونه این حق خودش از شوهر بگیره, بگیره. که اگر شوهر در این زمینه حق از این خانم نتا با خانم حتی میتونه در بیرون بیرونم کار کنه و اجازه شوهر هم لازم نیست در فرضی که شخص یه یعنی مرد نفقه خانم نده و خانم چاره غیر از کار کردن نداشته باشه نداشت. میتونه در خارج برو کار کنه و هیچ اجازه شوهر هم لازم نیست. نیست. ولی چون طلاق خودش درخواست میکنه جناب حسین بزرگوار مهم. و این میگن طلاق خول. خول یعنی چی یعنی نارضایتی از طرف خانم ولو عامل نارضایتی کیه شوهر و خرجی نداده باشه ولی چون خودش درخواست طلاق میکنه میگن طلاق خول بنابراین در اینجا خانم مهریه نداره عجب. ولی علاوه بر از اگر شوهر طلاق نداد یک چیزی هم باید بده که طلاق, طلاق خود شب شب بگیره ولی گفت میتونه تعدیه کنه از طریق دادگاه و از طریق حاکم شهر و نفقه خودش بگیره که کار اصلا به طلاق گپا نکشه, نکشه. بسیار علی سوال کردن مثبت 93 292 چهار نمبر آخر 81 59 بعد از وقوع زلزله هایی که در اخیر اتفاق افتید در شهر هرات و نیازمندی شدید مردم به بعضی از اقلام به خصوص همین چادرها و خیمه ها متاسفانه بعضی از فروشندگان قیمت کالا را چند برابر کردن و آیا این کار از نظر فقه اسلام جایز است فقه اسلام دستورات اصیل اسلامی اخلاق اسلامی وجدانی که بر پایه و اساس و فطرت است و اسلام عزیز را تقویت میکنه تمام از این طریق،, ای کارها را بر توبه. قبول نداره اسلام عزیز میگه که شما و فقیر و مستمند و کسی که زلزله دیده آسیب دیده در جنگ یا هر چیز دیگه باید شما چه کنی کمک کنی ممکنی. و اگر کسی که میگه فریاد مسلمان را بشنوه و جواب از نده و فریاد بزنه که یا للمسلمین ای مسلمان را با کمک من بشتابه چی زلزله باشه چی جنگ باشه چی هر گرفتاری دیگه باشه و کسی او را جوابش نده یعنی گوش خود چی که پرت میگه بمسلم به مسلم و مسلمان نیست وقتی یک نفر دیگه باشه که ارزاق عمومی احتکار یا مثلا خیمه یا مثلا نمی چادرای مسافرتی دیگه مم. ای که فعلا مردم شرایط لازم تا در بیرون نم. از خانه بخوابن مم. که اگر خدای نخواسته کدام اتفاقی افتاد و زلزله آمد خود خب زیر آوار نمانن این رو بگیره به چند برابر قیمت قیمت به برابر بالا مجبور این کار جایز تحیه نیست تحیه که اون بندگان خدا به خاطر که جانشان در خطر است مجبور شوه اینو تهیه کنه در اصل خون جان مردم رو میخوره یعنی مردمی که به خاطر حفظ جان و حفظ خون و حفظ آبروی خودش مجبور میشه چند رو قیمت این خیمه ها رو از اونا چی کنه؟ خریداری کنه اینا کجایم؟ میگه تو که از مهنت دیگران بیغمی این بیغم که نیست که هیچی بلکه از مهنت دیگران چی میکنه؟ سو استفاده, استفاده میکنه, سو استفاده میکنه. تازه سعدی میگه تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامد نهند آدمی تا تو که قرار ششته تو رو مردم آدم حساب نمیکنه اما شخصی که مثل زالو در این شرایط افتاده و خون مردم را در حال مکیدن یه حیوان است قطعا از آدمیت خارج میشه بله قرآن هم داره مگه البته دهی زمینه نیست میگه بل هم ازل برخی از انسان ها از چهار پایان هم و از بهایم همین بله بحلی. وقت اخلاق نباشه متاسفانه بسیار سر حسان محترم یک سوال ریه ما میتونیم از محضر در خدمت کنیم چون زمان زیخه مصبت 93 787 4 نمبر آخر 61 92 سوال کردن که آیا همراه غسل عادت ماهوار وضو هم لازم است یا نه خیر وضو لازم نیست فقط صرف عادت ماهوار که اتفاق افتاد و بعدش پاک شد و غسل عادت ماهوار را انجام داد هیچ غسل هیچ لازم نداره بله بسیار رو رو. تشکر میکنم استاد محترم و همچنین از همه شما عزیزان که تا این لحظه همراه برنامه خودتان بودین نیست قابل در مدیحت نیست لایق در سنات گر یا یاقوت یا گوهر فشانم از دهن تو امام اسکری من عبد سر تا پا گناه من سیاهی در سیاهی تو چراغ انجمن تا دیدار بعدی همه شبان را به خداوند مهربان می سپاریم خدایا را نگهدارتان <applause>